و حالا سراغ مهمان گرامی بعدی برنامه می رویم. خانم صالحه واهب واصل در دهبری شهر کابل زاده شدند. در رشته تجارت و بازاریابی مدرک فوق لیسانس دارند. مدت 28 سال می شود که با خانوادهشان در کشور هلند زندگی می کنند و حالا محصل دوره ماستری در زبان و ادبیات فارسی هستند. شما بفرمایید خانم واصل. فصل بهار نیست، فصل دیگر است. این فصل بهار نیست، فصل دیگر است. مخموری هر چشم ز وصل دیگر است. هرچند که جمله شاخه ها رقصانند، جنبیدن هر شاخ ز اصل دیگر است. نخست از همه سلام خدا به شما گرداننده ای پروگرام و همچنان تمام مهمانان عزیزی که امشب اینجا حضور دارن میرسانم و در قدم دوم سلام های خدا به تمام هموطنان عزیز ما و همزبانان ما در هر گوشه دنیا که می فعلا ما شما را تماشا میکنن میرسانم. امیدوار هستم لحظات را که با ما شما سپری میکنن لحظات باشه که بتانن که از اشعار ما و از گفته های ما هم بهره ببرن و هم لذت. بسیار خوشحال هستم، خصوصا احترامات خاص خدا بر آقای پولادیان میرسانم که بعد از بسیار بعد سالها باز هم میبینیمشان و افتخار دارم که همراهشان در این شب با همه دوستان خصوصا با آقای پولادیان من شرکت میکنم. قسمه که آقا خانم روکش هم یادآوری کردن که اشعار مولانا به دو دسته تقسیم میشه، تقریبا البته اشعار بهاریش که یکی اشعار است که برای وصف بهار گفته شده، برای وصف گلشن و باغ و گل و شاخ و راغ، اما یک بخشش است که به خاطر بهار جانها گفته شده و بهار جانها به این معنا که کلگی ما و شما میخوامیم که جان و روح و روان ما هم میتونه که بهار داشته باشه، میتونه که خوشبو احساس کنه و احساس بده بر ما و میتونه که بر ما زندگی ما را رشد بده، یعنی زندگی درونی ما را رشد بده. که ما وقتی که میگیم، وقتی که مولانای بزرگ میگه این فصل بهار نیست، فصل دیگر است، ای بر از این فصلی که ما و شما فعلا در او قرار داریم بسیار به خوبی صدق میکنه، چون ای بهار فعلی ما بهار نیست که ما پشت سر گذاشتیم، بهاران نیست که ما پشت سر گذاشتیم، بلکه یک بهار است که آغاز یک قرن نو است، یعنی بهار است که 99 بهار دیگر بر ما نوید میده و این واقعا یک بهار است که ما ایره به فال نیک میگیریم و یک بهار حسابش میکنیم که بر ما زندگی 99 بهار دیگر مژده میده. ما هم کوشش کردیم که به ارتباط امی حیثیت یا موقف بهار من حیث یک وسیله زندگی بخش، یک وسیله که میتونه طبیعت و تمام زندگی را زندگی ببخشه، اشعار را که ما براتون انتخاب کردیم یا سرودیم که یک شب دیروز شام سرودیم، یک شب امروز صبح، ما بر شما میخوانم. امیدوار هستم که هم شما و هم بیننده های پروگرام بتانه که اشعار ما هم مسرور نگاه کنه و هم مصروف. اشعار ما به دو نام است، یکیش به نام روح بهار و یکیش به نام احیای خاک از بهار. امیدوار هستم که مورد پسندتان قرار بگیرم. روح بهار. باز برگهای خاک روح بهاران دمید. باز برگهای خاک روح بهاران دمید. بر تن سردش نفس گرم شد و جان رسید. چشم خزان بسته شد مویک دست نقاش، روی مقوای برف نقش هزاران کشید. دامن هفت آسمان نیله شد و زرکنار، دامن هفت آسمان نیله شد و زرکنار، آهوی تاتار مشک بر دل بستان چکید.
باز غواص هوس در دل دریای ذوق غطه زد و هر نفس گوهر از آن بچید. خون شفق گرم شد، خون شفق گرم شد، ریخت به دامان صبح مهر به موی زرش فیته نعمان برید. حاکم شهر سرور عشق به بازار برد، حاکم شهر سرور عشق به بازار برد، امتعه کینه را از دل عالم خرید. شعر خوش زندگی بر لب واهب نشست، دست گل آرزو چاک گریبان درید. باز برگ‌های خاک روح بهاران دمید، بر تن سردش نفس گرم شد و جان رسید. امید است که خوشتان آمده باشه. و شعر دوم ماست به نام احیای خاک از بهار. باز احیا شده خاک از دم خوشبوی بهار، باز احیا شده خاک از دم خوشبوی بهار، باز برده است ز دل خنده گلغنچه قرار. باز از دامن خورشید چکید اشعه زر، چشم دریا برون آورد ز دل آب بشار. بشار شما میفهمین که یک رودخانه است که از ناحیه ممسنا یا ممسنی سرچشمه میگیره و یک آب بسیار خوشگوار و بسیار خوشمزه دارم. چشم دریا برون آورد ز دل آب بشار، عروس سبز چمن باز قدم رنجه نمود، عروس سبز چمن باز قدم رنجه نمود، تا دهد خسته دلی را ز دل باغ فرار. جامعه پاک و معطر که بتن کرده درخت، رسته از جنس بلورین تن گلهای آهار. باز از رنگ لب گل کفن ماتم یخ، گردیده بچیند دمن از داغ حضور. باز واهب تپد از حسرت دیدار رخت، لحظه وصل تو را می کند هر لمحه شمار. باز در خاطر او موج زنان می رقصد، نشه بوسه تو در دم دیدار ایار. باز احیا شده خاک از دم خوشبوی بهار، باز برده است ز دل خنده گلغنچه قرار. تشکر می کنم از توجه و از محبتتان. تشکر از شما هم خانم صالحه واهب واصل. واقعا که زیبا صحبت کردید، شیوا تکلم نمودید و نکته بسیار خوبی را اشاره کردید که 99 بهار بعدی را هم مژده دادید به تمام شنوندگانمان.